با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس، تکاپوی برخی نمایندگان هم برای بهتر دیده شدن بیشتر از قبل شده. فقط یه نکته رو با آقایون نماینده بگیم که با تورم موجود، هزینه هر دقیقه از جلساتشون تو مجلس نزدیک به 30 میلیون تومانه. یعنی یه جلسه 4 ساعته شما 7 میلیارد تومان خرج روی دست ملت میذاره. پس لطفاً از پول و وقت ملت برای خودنمایی و تبلیغ استفاده نکنید. چهره ای رو که میبینید یعنی پگاه آهنگرانی از طرف شورای نگهبان دعوت شده برای نظارت بر انتخابات. خانم آهنگرانی مثل اینکه یه حرفایی درباره انتخابات 88 زده بودن که حالا کت خدایی ازش خواسته خودش بیاد و بر فرایند انتخابات نظارت کنه. اتفاقای عجیب و غریب تو کشورمون کم نمیفته. بعضی از این فوتبالی ها با انتشار تصاویر لحظه کشته شدن ندا آقا سلطان در سال 88 و تک کردن اون برای همسر استراماچونی سرمربی احتمالی استقلال ایشونو ترسوندن که نیا ایران. آخه این چه کاریه که شما میکنید؟ میگن انبار خودروسازا پر شده از خودروهای ناقص. یعنی چند هزار خودرو تو انباراشون دارن ولی قطعه ندارن که اینا رو تکمیل کنن. حالا فکر میکنید این قطعات چیه؟ بله، کمربند ایمنی، دستگیره، فندک، عایق ضد آب، ریل کمربند. باور کنید شوخی نکردیم، خودروهای ما لنگ ایناست. اتاق بازرگانی ایران و انگلیس تعطیل شد. حالا چرا؟ میگن پول نداشتن برای دادن اجاره. به همین راحتی. این اتاق در سالهای گذشته تعاملات خوبی رو بین دو کشور رقم زده بود. اما پس گرفتن دفترشون توسط شرکت ملی نفت باعث شده که حالا تو لندن آواره بشن و نتونن از پس اجاره 4000 پوندی بر بیان. محققان قول دادن که تا 10 سال آینده مغز انسان رو به رایانه متصل می کنن. یعنی چیزایی که میاد تو ذهنتون رو خود رایانه پیاده سازی میکنه. این کار از طریق طراحی یک رابطه کاربری خاص به نام رابطه کاربری ماشین به مغز اتفاق میفته. یکی از روزنامه های کشور مدعی شده که سلبریتی ها برای حضور در جنگ های تلویزیون درخواست های نجومی دارند. مثلا حسام منظور یا همون چاوش سریال برادرجان درخواستش 10 میلیون بوده. داریوش خان ارجمند، کامبیز دیرباز و پوریا پورسرخ 20 میلیون درخواست دادن و کسی مثل علیرضا بیرانوند هم 50 میلیون تومان از تلویزیون پول خواسته. بابا چه میکنید شما سلبریتی ها؟